بدم. اینی که ایشون من میدونم پس ذهنش رفته سراغ هم گلگاس و بیل کلنگ فروختنه که فکرش هم درسته، درست. اما تا مادامی که شما اینجا هستی و داری کار میکنی کاسه میکنی ارتباطی با بیرون نداری، کپی رایت شوخیه اوکی. متاسفانه. بله. آره ببخشید، اگر نکته دیگه هست. نه ممنون. من برگردم به وبسایت هایی که با هم داشتیم نگاه میکردیم. همونطور که اشاره کردم اینا کلی اطلاعات مختلف دارن در مورد، حالا مثلا این داره رو ماتیک میگه، رو نئو داره بحث میکنه، رو تزوس داره میاد میگه، که میاد شاخص های مربوط به اینها رو با هم به صورت جدا جدا بررسی میکنه و تحلیل میده که مثلا این خوبه بده، و در کنارش هم داره به شما مثلا پیشنهاد میده که اگه این رو حوزه MVRB ها بیاین مثلا این خدمات از من بخرید که این اطلاعات رو بهتون بدن. انصافا یه ترکیبی خوبی که توی این حوزه وجود داره یکیش MVRB که میتونیم ازش استفاده کنیم. بحث خدمتتون عرض شود این MVT که نقاط اشتباه خرید و فروش رو به ما میگه. این ترکیبی ترکیب خوبیه، اما بدونین همین گوگل کردن اینها شما رو به کلی سایت میرسونه که ترکیب های مختلف داره، میتونی همه رو بررسی کنی، از بین اینا که همین که مشترک بین اینا بود که پرتکرار بود و انتخاب کنی به عنوان ورودیت. اما الزاما این روش شما رو به جواب نمیرسونه، به خاطر اینکه یه ترکیب تیم فوتبال دیگه، یه ترکیبی از آدم ها کنار هم دیگه یه تیم درجه یک تشکیل میدن دیگه. فکر میکنم بعد از سال 98 1998 یعنی بهترین ترکیب تیم ملی فوتبال ایران همون تیم 98 بود دیگه اگر اشتباه نکنم، که توش فوتبالیست های مختلفی بودن و اون چینش این آدم ها بیشترین اثر بخشی رو برای تیم داشت. در این حال همین اتفاق حاکمی تو بازار مالی، شما اگر همه ستاره ها رو بیاری میشه برزیل، خودش هر کدوم از این آدم ها یه تیم بودن ولی هیچ وقت با اون تیمه به نتیجه نرسیده بودن، به خاطر اینکه همیشه قرار نیست که بهترین ابزارها در کنار همدیگه بتونن شما به نتیجه نهایی برسونن. لذا انتخاب یه همچین روشی روش صحیحی نیست، باید در ترکیبی از اینها این کار رو انجام بدین. بهترین راه اینه که این مدل ها رو بذارید و خودتونم بررسی کنید، خیلی هم کار سختی نیست. بک تستش هم بعضا به صورت چشمی انجام میشه، چون داره روی نمودار بهت نشون میده، میگه این رفته بالا این رفته پایین، این کار انجام بده. نمونهش رو بخوام بهتون نشون بدم، پس این 4 تا سایت رو دیدیم، لینکاش هم براتون گذاشتم و این دوست پشتیبانمون این لینک ها رو نذاشت تو قسمت لینک، نه پشتیبان عزیز لطفا پشتیبان وبینار خب دوست سلام، عزیزمون اصلا وقتتون بخیر جان، زحمت زحمت بکشین مطابق روال خواهش میکنم. این لینک هایی که من 4 تا لینک آخره، نه اون لینکی که طولانیه خطش، این 4 تا تو قسمت لینک ها بذاریم که دوستان بعدا هم که مراجعه میکنن بتونن به صورت جدا جدا ازش استفاده بکنن. متوجه شدم دقیق چیکار کنم صبح. اونجایی که نوشته محمد رضا مباشر و جلوش http://2.2/ مثلا glassnode.com، دو سه تا بالا یه دونه پایین، این لینک ها رو کپی کنید، یه وب لینک هست یه باکسی بالای چت و زیر همون جایی که اسم من و شما لیست اعضای کلاس هست، اونجا بی زحمت قرار بدین تا دوستان بعدا باشه. استفاده چشم بکنن. مرسی، متشکرم. متشکرم. آها گزارش میخواستم بهتون نشون بدم. ببینید پس ما از طریق این سایت ها رسیدیم به انواع این گزارش ها، مثلا رو چیز این سنتیمنت یه گزارش یه چیز اطلاعات خیلی باحالی هم داره. ببینید مثلا میگه که ERC 20 پروژکت ها رسیده به 348 میلیارد
دلار روش که کلیک بکنم یه دونه آماری نشون میده که حالا فکر میکنم این اخیرا یه ذره این عدد کم، یعنی روندش از حالت سعودی شارپ خارج شده. ERC20 هم رو توکنایی هن که توی بلاکچین اتریوم قابل استفاده هستن. خب من منتظرم این صفحش باز شه. بله داره به ما میگه که به چه صورتی این اعداد و روش نقطه شروع و پایانی که برش متصور بوده، حکایت از یه رشد در طی چند وقت اخیر داره در 7 روز گذشته. اینو میتونیم ما مثلا یه مقدار تغییرش بکنیم، بدیم 1 ماه، 3 ماه، 6 ماه، روش کلیک کنید 7 روز رو باشه. این ماه مینته 1 دقیقه، 8 دقیقه رو میده، 3 دقیقه رو میده، ولی قاعدتا نباید دقیقه باشه چون این عدد خیلی عدد بزرگه. ماه و ساعت و 7 روزه. خدمتون عرض شد که اینا رو هم که دیدید، گلاس نود هم که پر از این اطلاعات و این ترکیبی که بهتون خواهم داد. و در مورد گلاس نود هم یک ویدیوی مفصلی در خصوصش توی یوتیوب به اشتراک گذاشتم، میتونید از اونم استفاده کنید. اینا ابزار دیگه، جریان هم فرموله از ماشین حسابه است که حالا صرفا شما میخوای باهاش کار کنید دیگه، ولی این کاربرد چیه اون مهمتر از خود این تولز است. حالا همونطور که میبینید رو هر کدوم از اینا بزنید کلی برای ما اطلاعات مختلفی به اشتراک میذاره. و من دنبال یه نکته‌ای بودم توش، ببینم این گزارش من اینجا دسترسی دارم که بهتون نمایش بدم. Into the Block هم که براتون توضیح دادم سایت بسیار قویه. توی Into the Block یک چیزایی هم تهیه میشه، گزارش های خوبی هم تهیه میشه، هم که براتون گفتم پریدیکشن هایی که توی حوزه کریپتو وجود داره. خب من مثل با این مدل به یه سری اطلاعات اینجا دسترسی ندارم. مقایسه هم براتون فراهم میکنه، شما میتونید مثلا اینجا بیاین خودتون بدید، مثلا دارایی، حالا اینجا اومده کامل اینا رو دیگه، دارایی بیت کوین با یه دارایی دیگه، یه شاخص میخوام باید توی شاخص ببینید. اینجا رو میتونید مثلا یه متریک دیگه اضافه کنی، این بالا رو که من کلیک کردم الان تغییر کرد رو اکتیو آدرس ها. میتونم یه کوین توکن خاص دیگه ای رو اضافه بکنم و در نهایت این دوتا رو با هم آها اینجا اضافه شده. اینو به جای بیت کوین مثلا میتونم بیام بزنم لایت کوین. لایت کوین هم چشمتون بهش باشه ها، پتانسیل خوبی داره برای رشد. نظر شخصیمه، بر اساس سلب مسئولیت با ریسک پذیری خودتون اقدام کنید. حالا اینا رو شروع میکنه به ما گزارش های مختلف دادن و دیگه اون عقل آدمیزادی که پشت این بعد بیاد ببینه که چه ارتباطی بینش وجود داره، چه شاخص خوبی هم هست. یه سایتی به نام کوین متریکه، اینم بذارم براتون اینجا. توی این سایت که وارد میشین، خب یه قسمت صفحه اصلیش همچین شکلیه، شما بهتون میگه دانلود the report. اینا هم اومدن خوب کار کردن، گزارش های خوبی تهیه کردن در حوزه کریپتوکارنسی و وقتی که شما روی همین هم وایسین بهتون کلی مثلا کوریلیشن چارت و اینجور چیزا هم بهتون میده. پروداکت هایی هم که داره تو حوزه نتورک دیتا، سی ام نتورک و ایندکس هایی که برای خودش تعریف کرده و یه سری گزارش هم ارائه میکنه. من بیام توی این گزارشه یه همچین چیزی، من این لینک اینم میذارم که دیگه اگه خواستیم دانلود کنیم خیلی نپیچید، این لینک ها هم زحمت بکشیم
دوست پشتیبانمون اینا رو قرار بدین. این گزارشه میگه که کوین متریک بیت کوین آن چین ایندیکیتورز پرایمر که حالا اومده گفته توسط این تیم تهیه شده و میاد در مورد شاخص های قابل ارزیابی حوزه کریپتو و به صورت خاص بیت کوین میاد بررسیش رو انجام میده. ببینید هدف من از نشون دادن این گزارش این نیست که فقط یه گزارش به شما نمایش دادم، کمون که قبلا هم لینکش رو دادم، میخوام ببینم چه شاخص هایی داره استفاده میکنه. مثلا MVRV رو استفاده کرده، میگن اگر میخوای شما یه دونه بازده یه خوب داشته باشی یه سری شاخص ها باید تو سبدت باشه، یه سری گیجا رو باید داشته باشی، اندازه گیری های انجام بدی که بتونی بر اساس اون نقاط فروش و خرید خوبی رو پیدا بکنی. SOPR Spent Output Profit Ratio که خب این شاخصه بسیار مهمیه، UTXO اسکرول کنیم بیاییم پایین تر، Relative Profit و Market Cap. این کلن مارکت کپ ارزش بازار خیلی حرف میزنه. هودل ویو هم باحاله، میاد مثلا میگه که هودل که میدونید چی بود دیگه،